پناهجویان و پناهندگان در ترکیه از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. این شرایط برای پناهندگان سیاسی به ویژه چند باره سخت‌تر و خطرناک‌تر است. همکنون پناهجویان در انتظار 7 تا 10 ساله یا بیشتر به سر می‌برند و فرزندانشان در بلاک تکلیفی بدون آینده‌ای روشن، کودکی را به نوجوانی و از نوجوانی پا به سن بزرگسالان می‌گذارند. روز گذشته دوشنبه 25 جولای 2 تن از این پناهندگان، آقایان عمر مینایی و سیامک بهرامی، در اعتراض به این بلاک تکلیفی و سیاست‌های سازمان ملل در مقابل این نهاد در شهر آنکارا دست به تحصن زدند. قبل از شروع برنامه با عمر مینایی از فعالین کارگری شناخته شده ایران و کردستان گفتگو کردیم. آقای عمر مینایی، سلام عرض می‌کنم و بسیار سپاسگزارم که دعوت صدای نو از سیدنی استرالیا را پذیرفتید و مهمان برنامه ما شدید. ما با خبر شدیم که شما و یکی از دوستان دیگر پناهنده آقای سیامک بهرامی در مقابل سازمان ملل، کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل در شهر آنکارا دست به تحصن زدین. دلیلش چی هست و چرا؟ بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان. دلیلش اینه که من 5 سال و نیم ثبت نام کردم، 2 سال و نیم پرونده وارد مرحله کشوری شده. از آقای سیامک بهرامی هم 8 سال اینجا هستن، حدود 3 سال پرونده وارد مرحله کشوری شده. با ما مصاحبه کردم قبلا که قرار بوده پروندهمون وارد به کشور واگذار بشه. متاسفانه به هیچ کدام از اون قولایی که با ما دادن عمل نکردن. ما هم در رابطه با این اعتراض کردیم، یه نامه نوشتیم. در اون نامه 2 تا خواست مطرح کردیم. خواست اولمون این بود که به تمام پرونده پناهجویانی که بلا تکلیف هستن باید رسیدگی بشه. خواست دوم ما این بود به پناهندگانی که پروندهشون وارد مرحله کشوری شده ترتیب اثر داده بشه برای انتقال به کشور سواب. ما نامه رو آوردیم اینجا، گفتیم دستی باید از ما بگیرید. هر چه اصرار کردیم نگرفتن، گفتن اینجا هیچ کی نیست. ولی ما اینجا میبینیم امروز حداقل 10 خانواده رو دیدیم که میرن مصاحبه ازشون میگیرن، ولی متاسفانه نامه ما رو نگرفتن. گفتن بذاری تو صندوق. گفتیم بسیار خوب، ما میذاریم تو صندوق امانه یا صندوق پست بردارید. گفتن خب شما بگفتن ما نمیریم. از دیروز تا امروز ما اینجا منتظریم، تحصن کردیم. گفتیم تا جواب نامه رو به ما ندید و اون خواسته و مطالباتی که اونجا مطرح کردیم پاسخ منطقی و قانون کننده به ما ندید، ما همینجا میمونیم و احتمالا اگر به ما جواب ندید این تحسنی که اینجا انجام دادیم تبدیل بشه به حساب غذا. هم همراه با اون دوستان دیگر هم گفتن میاییم بس حمایت میکنیم از شما. ما گفتیم فعلا شما نه تا ببینیم رسیدگی چی میشه امروز. یکی از نگرانی هایی که شما در نامه و خواستتون مطرح کردین امنیت شما و فعالیت های تروریستی جمهوری اسلامی بوده، درسته؟ بله دقیقا، ما گفتیم بهشون در نامه هم اومده که یعنی از سپتامبر سال 2021 تا حدود چند 1-2 هفته قبل 5 شبکه ترور جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ترکیه کشف شده و اینا افشا شدن و تعداد بسیار زیادی از افرادی که در اون شبکه ترور بودن شناسایی شدن. با توجه به اینکه 5 شبکه هنوز یه سال نشده که قطعاً شبکه های مختلف دیگر در ترکیه فعال هستن و ما میدونیم تازگی هم وزیر خارجه کشور ترکیه با وزیر خارجه ایران نشستی داشتند و رئیس جمهورا با هم نشستی داشتند، قراردادهای امنیتی امضا کردند. قاعدتا قراردادات امنیتی اینجا در رابطه با مسائل کردها که دو طرفشون یکی از مخالفین کردها هستن و با کردهای خودشون مشکل دارن، قطعا بحث مسائل کرد و فعالین سیاسی کرد و فعالین رسانه کرد این تحت شعار قرار میگیره و ما نگران این هستیم در این سیاست بازی این دو کشور که با کردها دشمنی دارند و کردها یکی از خشن‌ترین شیوه ها رو در رابطه با خواست ها و مطالبات کردها دارند، کردها رو سرکوب می کنند با احزاب و فعالین کرد در دو تا کشور اجازه فعالیت ندارند. نگران این هستیم که علاوه بر اون فعالیت هایی که داریم به خاطر کرد بودنمون هم مورد ظلم و ستم مضاعف قرار بگیریم. به خاطر این ما بسیار نگران هستیم. و وضعیت پناهندگان به طور کلی چگونه هست و الان حدود چند نفر پناهجو به طور کلی در ترکیه از ایران، پناهجویان ایرانی در اونجا به سر میبرن یا حق پناهندگی گرفتن؟ در ترکیه آمارها متناقض، احتمالا حدود 35 تا 40 هزار میگن. قبلا یه آماری اومده بود که این آمار
احتمالاً به حقیقت بیشتر نزدیک بود، گفته بودن 26500 نفر اینجا در ترکیه پناهجو ایرانی وجود داره. در از این 25600 نفر 1600 نفر گویا وارد مرحله کشوری شدند و قبولی گرفتند، تعداد بسیار زیادی رد شدند. من شهری که هستم حدود 500 نفر ایرانی در اون شهر هست، در حدود فکر کنم 10 تا 11 کیس قبول شدند، بقیه همه رد شدند. حتی کسانی رد شدند که قبلا از سازمان ملل همینجا که ما هستیم و بحثون کردیم قبولی گرفته بود، ولی خود اداره مهاجرت اونها رو دوباره مصاحبه کرده و رد شده. شرایط بسیار بده، بسیار بحرانی است و متاسفانه دیگر مردم هم یک از طرف دیگه مردم هم نسبت به سرنوشت خودشون بی‌تفاوت هستند. اگر بودیم حالا 100 نفر 200 نفر اینجا در این در بودیم، یقینا میتونه تاثیر خیلی بهتری بذاره رو پروسه رسیدگی به پناهندگی. آقای مینایی، کیس شما از حمایت ها و پشتیبانی های بین المللی برخورداره. من زیاد در مورد کیس آقای بهرامی، سیامک بهرامی، مطلع نیستم. اگه میتونی در مورد ایشون هم صحبت بکنی، ولی کیس شما رو با توجه به اینکه قبلا با شما گفتگو کردم مطلع هستم که نهادهای بین المللی، نهادهای کارگری معتبر جهانی از شما حمایت کردن. در مورد کیس خودتون و کیس ایشون اگه میشه برای ما بگید. بله، همچنان که خودتون اشاره فرمودید، بله، کیسی من از حمایت بسیار زیاد اتحادیه ها، سندیکه ها، مجامع بین المللی حقوق بشری و رسانه های مختلف، حتی فراخوان هایی که داده شده برای من، افراد بسیار مختلفی در اون اومدن حمایت کردند و امضا کردند. به این شکل بوده کیسی من که خودتون هم در جریان هستید. خوشبختانه کیسی آقای سیامک بهرامی که فعال سیاسی هستش، یه فعال سیاسی پرسابقه هم هستن، ایشون هم از حمایت های احزاب و گروه های سیاسی برخوردار است و کیسی ایشون هم نامه ها و حمایت های از کشورهای مختلف داره. و کیس شما نه تنها قبول گرفته، شما گفتیم به مرحله کشوری رسیده. میشه در این مورد این مرحله برای شنوندگان بیشتر توضیح بدین؟ شاید برخی از شنوندگان معنا و مفهوم این مرحله کشوری رو ندونن یا تغییر کرده باشه، اگه خودشون هم پناهنده بودن قبلا. بله، به این شکلی شما وقتی که وارد درخواست پناهندگی میدی، ثبت نام میکنی، حالا قبلا که کمیساری بودی، حالا در اداره مهاجرت ثبت نام میکنی. بعد این که ثبت نام کردی، یه مدتی براتون میذارن، میای با مصاحبه رو شنزا دادی، اگه قبول شدی پرونده برمیگرده میره به کمیساری با شما تماس تلفنی میگیرن. اون پرونده که تماس تلفنی گرفتن دیگه اون ردی نداره، پرونده وارد مرحله کشوری میشه. اون پرونده که وارد مرحله کشوری شد، بازم این پرونده در بجریان میفته، بستگی به کمیساریا داره که چه وقت با شما دوباره باید تماس بگیره، شما را دعوت بکنه حضوری، یه مصاحبه از شما بگیره با عنوان پناهجو که اون پرونده وارد مرحله تعیین کشور بشه. بعد از اون مصاحبه اگر قبول شد اون شخص پناهجو قبول شد، پرونده شو به یکی از کشورهای پناهنده پذیر واگذار میکنن. حالا دیگه اون کشور پناهنده پذیرم خودش جداگانه ازش مصاحبه میکنه، ممکنه قبولش بکنه، ممکنه ردش بکنه. به این شکلی و شما در این مرحله کشوری، شما با آقای سیامک بهرامی به مدت چند سال در این مرحله پرونده شما متوقف شده؟ دقیقاً، متاسفانه من که 2.5 سال، مال آقای بهرامی هم حدود 3 سال در این متوقف شده. با توجه به این که اصلا کیس ما باید یک کیس خاص باشه واقعا، چون من حتی فعالیت های رسانه‌ای و عملی هم در رابطه با سندیکه های اتحادیه کارگری و اینا حداقل 20 سال فعالیت مستند دارم. یعنی تمام این مستندات و تمام اینها رو، فعالیت رسانی تمام اینها رو من پرینت گرفتم، تحویلشون دادم، مصاحبه کردم، حدود 200 نامه براشون فرستادم. من حدود 200 نامه براشون فرستادم، متاسفانه جوابی هیچ کدومشون ندادن. و آیا شما سعی کردین که توجه رسانه‌ای رو به تحسن و اعتراض خودتون جلب کنین، هم در داخل ترکیه هم در بیرون؟ بله، ما دیروز از یک طرف یه روزنامه اومدن با ما مصاحبه کردن و پخش کردن در ترکیه. قرار بوده رسانه‌های دیگه هم بیان. همین قبل از اینکه شما زحمت بکشید تماس بگیری، چند تا رسانه دیگر هم از کشورهای مختلف قرار بوده که بیان و با ما تماس بگیرن، در مورد این تحسن ما با ما صحبت بکنن. و شما گفتین در نظر دارید اگه جواب نگیرین تحسن خودتون رو به اعتصاب غذا مبدل کنید. چه برنامه‌ای دارید؟
ما امروز برنامه‌مون اینه، امروز هم اینجا هستیم با توجه به اینکه متاسفانه وقت اجازه خروج از شهر ما محدوده، ما فقط دو روز دیگه فرصت داریم، اونا هم اینو میدونن که ما فقط دو روز فرصت داریم. ما امروز هستیم تا غروب ببینیم عکس العمل اینها چی میشه، پوشش رسانه‌مون به چه شکل میشه. اگر پوشش رسانه به اون حدی که نیاز بوده انعکاس خوبی پیدا بکنه، ممکنه همینجا تمام بکنیم و این دفعه بریم و برای دفعه بعد بذاریم که با تعداد بیشتری از دوستان بیاییم. اگر ببینیم پوشش رسانه‌مون ضعیف بوده، اگر ببینیم اینها از عکس العمل به اون شکلی که نیاز بوده نشان ندادن، اون موقع ممکنه ما فردا هم ادامه بدیم، اون دو روزه رو هم بمونیم که دیگه بعد از اون دو روزه مجبور هستیم بریم، چون اگر اون اجازه خروج از شهر ما تموم بشه نمیتونیم حتی بلیط بگیریم برگردیم به شهر خودمون. یه نکته هم که فراموش کردم بهتون بگیم، دیروز خیلی حساسیت برانگیز شده بود، از کمیساریه با رفیقم سیامک تماس گرفتند و خواهش کردند که ما اینجا ترک کنیم بریم، گفتن حتی با لحن یه مقدار تهدیدآمیز هم گفتن برای شما ممکنه این مشکل ایجاد بکنین در پروسه رسیدگی به پرونده‌تون، هم برای سازمان. ما هم گفتیم ما دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم، ما همینجا میمونیم، شما حتما باید بیایید با ما صحبت بکنید و جواب نامه ما رو بدید. آقای عمر مینایی، برای شما و آقای سیامک بهرامی و که همراهتون در این تحسن و اعتراض شرکت دارن و سایر پناهجویان بهترین آرزوها رو داریم و امیدواریم که هر چه زودتر جواب قبولی و خروج از ترکیه و سکونت در کشور سوم و امن رو به شما بدن و مسلما ما که مسئله و اعتراض شما رو پیگیری خواهیم کرد و براتون آرزوی موفقیت داریم. بار دیگر بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتین و در این گفتگو شرکت کردین. منم بسیار از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و با ما این مصاحبه را انجام دادید و از طریق همین رسانه شما را سیدنی استرالیا میخوام کسانی دیگه هم بیان و با ما مصاحبه بکنند و از طریق اتحادیه هستند که هر جا که میتونن حمایت بکنن ما را و این شرایط ما را رسانه‌ای بکنند. بسیار از شما سپاسگزارم.